سلام بچه ها، چطورین؟ اومدم با هم روتین پوستی انجام بدیم. ویدیوی قبلی با هم دیگه آرایش کردیم و راجع به هدفهای امسال حرف زدیم که خیلی هم ویدیوی خوبی شد. اگه ندیدین برین اونم ببینین. الانم اومدم با یه سری محصولایی که اصلا خودم تا حالا استفادهشون نکردم با هم دیگه روتین پوستی انجام بدیم ببینیم چطوره. به جز اون بچه‌ها یه سریاتون گفتین که پوستم از قبل بهتر شده، جوشام و اینا. میخوام بهتون بگم روتین پوستیم چیه و چه کاری انجام میدم. دیگه همین دیگه، برو بریم. برای پاک کردن آرایش شما چند تا آپشن دارید. اولیش میسلار واتره که من آرایش چشممو همیشه با میسلار واتر یا پاک کننده مخصوص چشم پاک میکنم. دومیش روغنه که این روغن پوستی که من دارم از برند بادی شاپه که واقعا ازش راضی نیستم چون احساس میکنم باعث جوشای زیر پوستی میشه، پس اینو بهتون پیشنهاد نمیدم. و بامای پاک کننده آرایش که من الان یه دونه بام از برند اینکلیست خریدم که خیلی طرفشو شنیدم ولی بازم سایز کوچیکشو گرفتم که اگه راضی بودم بعدش بزرگشو بگیرم. حالا الان میخوام آرایش چشممو با میسلار بایودرما پاک کنم که اتفاقا میسلار خوبی هم هست. این رنگ صورتیش برای پوستای حساسه. یادتونم باشه دیگه، اول یکم نگه میدارین روی چشمتون بعد شروع میکنین پاک کردن که این یک کوچولو بتونه اون آرایشو تو خودش حل کنه. این از این تا الان. روژم با همین پاک میکنم. این خریدنش خیلی بهم حال داد چون 20% تخفیف گرفتم روش. کنن من خرید کردن تو تخفیف رو خیلی دوست دارم. یه همچین بافتی داره. حالا من نمیدونم چقدر باید استفاده کنم. فلان همین رو استفاده کنیم ببینیم چطور میشه. شاید اول باید بین دو دستم میکشیدمش ولی نمیدونم دیگه. یکم دیگه بزنم دوباره. آروم قراره که این رو پوستتون بکشیم. خودش آرایش و اینا رو حل میکنه. بافته کرمی و خوبی داره. صورتم رو قشنگ باش پاک کردم. حالا میرم با این شوینده میشورم و میام. صورتم رو شستم تا پوستم نرم داره. سریع آبرسانم رو میزنم. آبرسانم از برند ویشیه بچه ها که اینو تازه خریدم. تو همین چند روزی که دارم استفاده میکنم خیلی باهاش حال کردم. برای اینکه قشنگ احساس میکنم که پوستم رو آبرسانی میکنه. یادتون باشه که بیشتر آبرسانا رو شما باید روی پوست نمدار بزنین. از اونجایی که کلن 11 تا ترکیب داره خیلی آبرسان سیفیه برای کسایی که پوستشون حساسه یا سطح دفاعی پوستشون آسیب دیده. بعد از اینکه آبرسانم تقریبا جذب شد میرم سراغ مرطوب کننده. مرطوب کنندم حتما باید بزنیم بچه ها. من مرطوب کنندم هم از همین برند ویشیه، از همین لاین مینرال 89 شه. یه همچین بافتی داره. با اینم خیلی حال کردم. برای اینکه پوستمو چرب و سنگین نمیکنه ولی در عین حال خیلی خوب پوستم رو رطوبت رسانی میکنه. خیلی سبک پوست رو شاداب میکنه. عطری هم نیستش. در کل که این دوتا محصول تا الان حسابی دل منو برده. فقط یه ایراد میتونم بهش بگیرم، اونم اینه که قیمتشون یه کوچولو بالاه ولی به نظر من برای هزینه کردن براش میارزه. حالا اگر که نمیخواین انقدر هزینه کنین، من مثلا از این آبرسان نوتروژینا یا آبرسان اینکلیستم راضی بودم که اونا قیمتشون بهتره. برای دوره چشم از این دوره چشم آواکادوی برند کیلز میخوام استفاده کنم که اینم آبرسانیش خیلی خوبه ولی یه کوچولو دوره چشم چرب و سنگینیه. برای همین اگر که مستعد میلیایین اینو زیاد بهتون پیشنهاد نمی کنم. دوره چشمو همیشه با انگشت حلقه میزنیم که کمترین فشار داره. بعدم آروم ضربه میزنیم که قشنگ جذب بشه. برای لبم بچه ها یه ماسک لب خریدم از برند نوکس که روزه ولی خب اینو تصمیم گرفتم که بازش نکنم. برای اینکه الان یه دونه بالم لب بادی شاپ، یه دونه پماد چشمی ویتامین آ دارم، اینا رو میخوام استفاده کنم ولی بهتون نشونش بدم. پکیجینگش خیلی خوشگله. چقدر بوش خوبه. بوی گیاهی که نه، گلی طور میشه گفت داره. از اونجایی که من امروز استرسی شدم پوست لبم رو کندم، میرم سراغ همون ویتامین آ. خدایی خیلی خوب خوشگله و درمان میکنه. البته داروخانه به من پیشنهاد داد که خریدمش. اگر به شما هم پیشنهاد دادن فکر کنم میتونی استفاده کنی. در مورد این بام پاک کننده بخوام بهتون بگم من ازش راضی بودم. چرا؟ به خاطر اینکه آرایشو خیلی خوب پاک کرد ولی اصلا
پوست رو چرب نکرد، مثلا اون روغن آرایش واکن بادیشاپ قشنگ پوستم رو چرب میکرد، ولی این اصلا اینجوری نبود. به عنوان اولین استفاده واقعا ازش راضی بودم، حالا باز بیشتر استفاده میکنم. اگه دیدم 100% خوبه بهتون میگم. بچه شویندم از برند سراویه، مدلی که من دارم مدل آبرسانشه که مخصوص پوستای نرمال و خشکه. من پوستم مختلطه ولی الان چون سد دفاعی پوستم ضعیف و میشه گفت آسیب دیده است، از یه نفر مشاوره پوستی گرفتم، بهم گفتش که حتما از شوینده های ملایم استفاده کن که مخصوص پوستای نرمال یا حتی خشک باشن که پوستتو یه جوری برای پوستت خشن نباشه. در شرایط الانم بهم گفت شوینده و تونرت حتما باید ملایم باشه، آبرسان و مرطوب کنندت حتما مخصوص نوع پوست خودت باشه و آبرسانت سرومی باشه. یه تعمیم کنندم بعد میگرفتم که هنوز نگرفتم. دیگه چی بگم براتون؟ البته من این کرم تعمیم کننده اونو دارم، ولی خب بهم گفتش که سروم تعمیم کننده بگیر، چون کرم یه کوچولو میتونه سنگین باشه برای اینکه شما به کل پوستتون بزنین اگر که پوست مختلط و مستعد جوشی دارین. حالا من این کرمه رو میام برای این دور بینیم استفاده میکنم که یه کوچولو قرمز میشه که حالت ترمیم کنندگی داشته باشه براش. البته یه شبایی هم که احساس میکنم پوستم خیلی حساس و قرمز شده، به جای مرطوب کننده همین ترمیم کننده اونو میزنم. کل بخوام بهتون بگم چیزی که بهم کمک کرد که پوستم بهتر بشه اینه که من محصولای زیادی توی روتینم نیاوردم. هدف اصلی روتینم الان اینه که پوستم و حسابی آبرسانی کنم و رطوبت رسانی، بعدم محافظت کنم که سد دفاعیم بیشتر آسیب نبینه. بر همین روتینم خیلی ساده است، پوستم هم خب حس میکنم بهتر شده، کمتر جوش میزنم. این بود از روتینم. بازم اگه سوالی داشتین ازم تو کامنت ها بپرسین. اسم محصولاتم براتون توی کپشن مینویسم. و اینکه مرسی که ویدیو رو لایک میکنین، حمایت هم میکنین، سابسکرایب میکنین، انرژی میگیرم از این کاراتون. حالا الان هم میخوام اینجا رو یه کوچولو مرتب کنیم. دیگه آخرشه، تمامش کنم، به گردنم میزنمش دیگه. اینجا هم خیلی به هم ریخته است ولی حالا فعلا هم روی میچینم چون دیگه امروز انقدر خسته شدم واقعا مسئله تمیزی اضافه ندارم. تا بعدا بیام سراغش معطرش کنم. مرسی همراه هم بودیم بچه ها، تا برای بعدی خدافظ.